رها کردن آسان نیست ام سوسا مترجم سونیا سینگ مقدمه مترجم نیکلاس اسپارکس در کتاب جان عزیز میگوید وقتی با هم بودیم عاشقش شدم وقتی از هم جدا شدیم بیشتر از قبل عاشقش شدم عشق یک شمشیر دو است هم خیر است و هم شر شاید همین دوگانگی عشق باشد که انسانها را به خود جلب می کند. ضعیفترها شبهی از عشق را می بینند و قویترها عشقی تمام قد، پرچالش، گاه ویرانگر و گاه سعادت بخش را تجربه می کند. آنها که ضعیف شاید تا آخر عمر خلعی را در زندگی تجربه کنند که هیچگاه در قالب کلمات نمی گنجد و تعریف ناپذیر است. و آنان که قوی ترن هم شیرینی عشق را تجربه می و هم تلخی و ویرانگری آن را به چشم می بینند. هستند افرادی که بارها و بارها تلاش می کنند، شکست می خورن و آسیب می بینن، ولی باز هم بلند می شوند و از نو امتحان می کنند. کتاب رها کردن آسان نیست داستان همین انسان هاست. افرادی که شکست خورده و زندگیشان را باختند، باز هم تلاش می کنن چون میدانند با اینکه شکست خوردن سخت است ولی تلاش نکردن و در حسرت ماندن از آن هم سخت تر است امسوسا بعد از کتاب های موفق قبلی در کتاب جدیدش سعی می کند از راه های قوی ماندن بگوید. از اینکه چطور می شود بارها شکست خورد ولی ناامید نشد، افسرده نشد، قوی تر از قبل بلند شد و به دنبال سمره عشق که همان خوشبختی است به جستجو پرداخت. جالب است که سن و سال، تحصیلات، شغل، جنسیت و موقعیت اجتماعی جایی در کتاب او ندارد. خودش زن است ولی کتابش داستانی فارغ از جنسیت را بازگو می کند. انسانها را بر اساس سن و شغل و موقعیت اجتماعی رده بندی نمی کند. شاید چون از نظر او و هر که عشق را شناخته است، مرغ عشق می تواند هر زمان، در هر موقعیت و در هر سنی روی شانه ای انسان بنشیند. البته روی شانه انسانی که به پذیرش لازم رسیده باشد انسانی که امیدوار باشد و خود را سزاوار عشق بداند این کتاب همان ابزار لازم برای رسیدن به پذیرش است همان چیزی است که وقتی ناامید هستید باید بخوانید تا بدانید شکست خوردن در عشق اگرچه تلخ است ولی پایان راه نیست اصلا شاید عشق راهی است که پایانی ندارد مسیری است که باید از آن لذت برد چه از فرازهایش و چه از نشیبهایش در نهایت پیروزی از همان شکست خوردگانی است که ناامید نشده به آیندهای روشن اعتقاد داشته و برایش بیشتر از قبل جنگیدند. سونیا سینگ غروب تنها یک توهم است چون خورشید یا بر فراز خط افق است یا در پایین آن این امر بدین معناست که روز و شب جوری در هم گره خوردن که بعضی چیزها نه در کنار هم می توانند حضور داشته باشند و نه در قیاب هم به یاد دارم زمانی در این فکر بودم که چطور می شود همیشه با هم بود و با این حال تا ابد جدا از هم نیکولاس اسپارکس مقدمه نویسنده میدانم میدانم تا به حال صدها کتاب و مقاله در مورد رها کردن خانده ای و همه ی آنها شبیه هم بودن. میدانم که باعث شدن احساس بدتری داشته باشی. میدانم که باعث شدن احساس کنی تنها تر از همیشه ای. میفهمم. فراموش کردن همسر سابقت کار ساده ای نیست و رها کردن همه چیز و به زندگی ادامه دادن بیشک از آن هم سختتر است. ولی صرف نظر از آنچه بقیه میگویند این تنها تو هستی که میتوانی تصمیم بگیری زندگی بهتری برای خودت بسازی نمیخواهم چسب زخمی روی جراحت قلبت بگذارم چون زخمت همچنان وجود خواهد داشت و درد خواهی کشید ترجیح می دهم درباره تجربه خودم و تلاشی که برای رها کردن او به کار بستم حرف بزنم. به این امید که وقتی بفهمی در این راه تنها نیستی آرامش به وجودت بازگردد من نه روانشناس هستم و نه میخواهم نقش یک روانشناس را بازی کنم ولی دوستت هستم و اعتقاد دارم با خواندن تجربه های گذشته من میتوانی تصمیم درست تری بگیری رها کردن یک برایند است نه یک مقصد پس لازم است که صبر داشته باشی چون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفتد